آقای مناشه امیر بفرمایید چرا یک بار یک پاسخ رسمی دولت اسرائیل به 12 سال و 12 بار درخواست رسمی اتحادیه عرب برای صلح ندادن؟ اسرائیل نیاز نمیبینه. قدم به قدم آمریکا با اسرائیل بمب افزار رو به اسرائیل میده و اسرائیل اونها رو میریزه روی سر فقیرترین مناطق دنیا. کسایی که اینها رو از خونهاشون آواره کردن، اینها رو فرستادن توی علی فایده. بدیم پاسخ آقای امیر رو به همین پرسش شما بشنویم. آقای امیر خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید که بحث رو میخوام دنبال بکنم، مسئله ایران. بسیار کوتاه، بسیار کوتاه جواب خواهم داد. قطعنامه جامعه عرب که توسط دولت عربستان تنظیم شد، مواد بسیار بسیار مثبت و سازنده درش هست، ولی مشکل در این است که مسائلی در اونجا مطرحه که اسرائیل میخواد درباره اونها با اعراب بحث بکنه و چانه زنی بکنه. موادی هست که نمیتونه مورد قبول اسرائیل قرار بگیره، ولی جامعه عرب میگوید take it or leave it، یعنی این بسته رو یا به طور کامل بپذیرید و یا اینکه رد بکنید. و به همین علتی که اسرائیل تا به حال نتونسته پاسخی به این امر بده. آقای علی پور اگه مطلبی دارید کوتاه. بله خیلی کوتاه. یک ضرب المثل قدیمی، یک ضرب المثل فرانسوی هست، میگه مال من مال من است، سر مال تو چانه میزنیم. حالا واقعا همینه. اسرائیل میگه شما همه چیزی که ما داریم گرفتیم، غیر قانونی گرفتیم، شما اول به رسمیت بشناسید، بعد حالا ما تازه میخوایم در مورد اون چیزهایی که متعلق به شماست و ما میخوایم بگیریم تازه بیایم صحبت کنیم.